سلام بر شما خوش آمدید به برنامه این هفته ایران و جهان با من فریبا شیرازی همراه باشید در نیم ساعت پیش رو با مروری بر مهمترین تحولات هفته گذشته ایران و سایر نقاط جهان هفته گذشته فایل ویدیویی از یک سخنرانی محمدعلی علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی منتشر شد که او در آن از نقش سپاه در جلوگیری از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و برخورد با اعتراضات پس از انتخابات میگوید و رسما مهندسی انتخابات 88 توسط این نهاد نظامی را تایید میکند. این ویدیو در صفحه فیسبوک محمد نوریزاد منتشر شد و موجی از واکنش ها را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به دنبال داشت علاوه بر آن هفته گذشته علی سعیدی نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران از محافظه‌کاران و برخی روحانیون به خاطر امتناع از مرزبندی با خواص استحاله شده انتقاد و به موضع این خواص در مقابل رهبر اعتراض کرد به گزارش خبرگزاری فارس علی سعیدی نماینده خامنه ای از استحال شدن برخی خواص به عنوان مصیبتی برای انقلاب های توحیدی نام برده و از دست برد به نرمافزار انقلاب اظهار نگرانی کرده است. وی در بخش های مختلفی از سخنان خود مواضع دوگانه خواس در مقابل روح الله خمینی و علی خامنه ای را با نحوه برخورد خواس صدر اسلام با پیامبر اسلام و امام اول شیعیان تشبیه کرده است سعیدی اضافه کرده برخی آقایان که ثبات ندارند دوچاره استحاله شدند مشاهده کنید که آقایان در اول انقلاب چه میگفتند اما حالا چه میگویند نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داده که تعجب می کنم چرا امام به سرها و کسانی که در کتاب و قرآن تعقل می کنند چنین سخنانی را بیان می کنند. وی همچنین از برخی اصولگرایان پرسیده چرا با آن دست از حامیان روح الله خمینی که در حال حاضر مقابل علی خامنه ای استادند، مرزبندی نمی کنند. سعیدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفته ما امروز با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم. خواص به دو قسمت تقسیم شدند و مردم نمیدانند چه اتفاقی قرار است بیفتد. این روحانی محافظ کار تفاوت گذاشتن خواص میان اختیارات دو رهبر خمینی و خامنه ای و سکوت در برابر برخی حوادث را دو اشتباه آنها در شرایط کنونی جمهوری اسلامی نامیده است. علی سعیدی از سال 1388 به این سو تلاش می کند با شبیه سازی تاریخی شرایط کنونی جمهوری اسلامی را به شرایط دوران حکومت امام اول شیعیان تشبیه کند. منظور وی از این سخنان اکبر حاشمی رفسنجانی و شماری از سیاستمداران و روحانیون بلند پایه است که در حال حاضر با علی خامنه ای دچار اختلاف شده و حاضر به تایید سیاست های وی نیستند. در همین حال و در رویدادی دیگری مرتبط با سپاه بخشهایی از سخنرانی محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در پیوند با رویدادهای انتخابات سال 1388 خورشیدی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. محمد علی جعفری در این ویدیو به نقش سپاه و بسیش در جمع کردن ماجرای انتخابات 88 می پردازد. این فایل ویدیویی ای را محمد نوریزاد مستندساز منتقد حکومت ایران در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است. محمد علی جعفری در سخنرانی خود می گوید نگرانی و دقدقهی و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجددن نیروهای مخالف انقلاب و ارزشهای انقلاب که در دوران دوم خورداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ پیدا کرده بودند روی کار بیایند. فرمانده سپاه پاسداران درباره دخالت سپاه در انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران میگوید در آن انتخابات و جریانات بعد از آن مشخص شد که آنها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی به هیچ وجه نباید دخالت بکنند نباید دخالت کنیم تا آنان بتوانند کار خودشان را انجام دهند و سپاه و بسیج مزاحمتی برای آنها نداشته باشند در بخش دیگری از این سخنرانی محمد علی جعفری اشاره می کند هنوز هم خیلی از مسئولین و خواست و حتی علما نسبت به این اتفاقی که افتاده ابهام دارند و بعضی ها هم اعتراض دارند. این نخستین بار نیست که سخنرانی مقامات ارشد نظامی و امنیتی در مورد انتخابات بحث برانگیز 1388 به بیرون درس می در سال 2010 نیست فایل صوتی منتصب به سردار مشفق به صورت گسترده در اینترنت منتشر شد. موزه های مطرح شده در این نوار با انتقاد شدید مواجه شد. مجمع روحانیون مبارز از تشکل های روحانی در ایران موزه های یاد شده را اقرار به مهندسی انتخابات خوانده بود. با وجود اینکه عمر دولت برآمده از انتخابات 1388 بیش از یک سال پیش به پایان رسیده این اتفاق سیاسی همچون کهن زخمی سرباز بر چهره سیاسی ایران باقی مانده است. چهار سال فضای امنیتی سنگین نیست که در آن کوچکترین اعتراض ها به شدت سرکوب می شدند نتوانست به این قائل خاتمه دهد. به طوری که به گفته علی سعیدی و سردار جعفری هنوز هم به معترضان و خواص اعتراض می کنند. اصر روز دوشنبه طوفان شدید با سرعت 115 کیلومتر در ساعت همراه با گرد و غبار قلیز تهران را در که به مرگ 5 نفر و مجروح شدن حدود 58 نفر انجامید. جریان برق در بعضی نقاط پایتخت قطع شد و بسیاری از درختان در نقاط پرترافیک تهران سقوط کرد. توفان در حالی پایتخت ایران را فلج کرد که سازمان هواشناسی صرفا از بارش پراکنده باران و رعد و برق در تهران خبر داده بود طوفان در پایتخت یک بار دیگر موضوع امداد رسانی و مدیریت بحران در این کلان شهر را مطرح کرد گزارش های رسیده از ایران هاکیست که تلفات طوفان روز دوشنبه تهران به پنج تن و شمار زخمی ها نیز به چهل و چهار تن افزایش یافته است. در این راستا احمد صادقی رئیس مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران گفته است در حادثه طوفان امروز تهران طبق آمار تا ساعت 20 و سی دقیقه 5 نفر کشته و 44 و نفر مصدوم شدند. آقای صادقی توضیح داده است که یک نفر از کشته شدگان از بالای پشت بام پرت شده است دو تن بر اثر ریزش مصالح ساختمانی کشته شدند، یک نفر بر اثر قطع درخت جان خود را از دست داده است و علت مرگ نفر دیگر تا این لحظه مشخص نشده است. رضا دخامپور، رئیس اورژانس تهران به خبرگزاری فارس گفته است مهمترین عامل زخمی شدن شهروندان در تهران سقوط مصالح ساختمانی و افتادن درختها بر سر آبران پیاده بوده است. امین سابرینیا رئیس اورژانس کشور هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره جزئیات مربوط به زخمی شدن شهروندان تهرانی در جریان این طوفان گفته است حدود 17 تن به دلیل وزش باد شدید زخمی شده و نزدیک به 10 تن هم مسافر یک دستگاه اتوبوس در مسیر قم بودند که با وزش طوفان راننده تعادل اتوبوس را از دست داده و تصادف کرده است. اهد وظیفه مدیر پیشبینی و خوشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که این طوفان و وزش باد شدید به احتمال زیاد تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت. وی توضیح داد بر اساس نقشه های پیشیابی تا چهارشنبه این هفته در مناطق شمال غرب دامنه های البرز، دامنه های زاگروس، مرکز، شمال شرق و شرق کشور در بعد از و شب رگبار، رد و برق و گاهی وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ رو خواهد داد. از سه شنبه بعد از بارش در سواحل شمالی کشور آغاز خواهد شد که با کاهش محسوس دما نیز همراه است. وی با بیان اینکه طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه پدیده باد و گرد و خاک برای استانهای واقع در جنوب غرب پیش بینی می شود افزود همچنین از سهشنبه شب تا روز پنجشنبه دریای خزر و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس به سبب وزش باد شدید مواج خواهند بود مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت توفان اخیر طوفانی محلی است که به دلیل وزش باد شدید با گرد و خاک همراه است و پس از عبور آن بارش و سپس رگبار و رعد و برق ادامه خواهد داشت وی افزود وزش باد اخیر در پایتخت که حوالی ساعت 16 و 50 دقیقه بعد از ظهر دوشنبه رخ داده کم سابقه بوده اما بی سابقه نبوده است ضمن اینکه بیشترین سرعت وزش باد ثبت شده بعد از ظهر امروز 110 کیلومتر بر ساعت در فرودگاه مهرآباد تهران بوده است. محمد هاشمی مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران هم در گفتگو با ایسنا از برق 50 هزار مشترک در تهران خبر داده و گفته است سقوط درخت و وسایل اضافی بالکنها روی شبکه برق بر اثر باد شدیدی که وزیده باعث قطع برق شده که اکیپ های ازامی در حال ترمیم خطوط هستند وی افسود قطعی خطوط در تمام مناطق تهران دیده می شود اما در حوزه آزادی و مناطق مرکزی تهران بیشتر خطوط قطع شدن که در حال تلاش برای وصل کردن خطوط قطع شده هستیم شهرداری تهران گزارش کرده است که در حال پاکسازی معابر و انتقال درختان قطع شده است گفتنی است طوفان شدید و گرد و قباری که ساکنان تهران را بهت زده و قافلگیر کرد برنامه های رئیس دولت را نیز برهم زد و مانع حضور او در مراسم بدرقه ملی پوشان ایران برای شرکت در بازی های جام جهانی برزیل شد. در این راستا حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور به نمایندگی از طرف حسن روحانی در مراسم بدرقه ملی پوشان شرکت کرد. هفته گذشته محمد جواد زریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فضای مذاکرات با کاترین اشتون را بسیار جدی اما مثبت ارزیابی کرد و در عین حال درباره سفرش به عربستان سعودی گفت به دلیل همزمانی اجلاس سازمان همکاری های اسلامی و تقارن آن با دور بعدی مذاکرات اتمی به ریا سفر نخواهد کرد عربستان سعودی پیشتر از وزیر خارجه ایران برای سفر به این کشور دعوت کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با تایید دعوت عربستان سعودی از ایران برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی در جده گفت که به دلیل تقارن این اجلاس با دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج علاوه یک به عربستان نمی رود. به گزارش ایرنا ظریف در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا به عربستان سفر خواهد کرد یا خیر اظهار داشت دعوتی که انجام شده برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی بوده است اما به دلیل تقارن آن با دور بعدی مذاکرات هسته‌ای امکان حضور من وجود ندارد وی تصریح کرد در اجلاس الجزیره به عبدالعزیز ابن عبدالله قائم مقام وزیر امور خارجه عربستان و فرزند پادشاه آن کشور گفتم که زمان مذاکرات از قبل تعیین شده است و امکان جابجایی آن وجود ندارد وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت که بحث ها در مذاکرات هسته‌ای بر سر موضوعات مهمی است که چندین سال است روی هم انباشته شدند. او افزوده است در شرایطی که گفتگوها بر سر راه حل نهایی است نباید توقع داشت که همه چیز در چند جلسه به فرجام برسد اشاره وزیر خارجه به گفتگوهایی است که طی دو روز در پنجم و شش خرداد ماه در استانبول ترکیه به شکل غیررسمی از جمله میان او و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت گرفت این گفتگوها پشت درهای بسته انجام شد و پس از پایان یافتن آنها عباس عراقچی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران و مایکل مان سخنگوی خانم اشتون آن را طولانی و مفید عنوان کردند. آقای ظریف خود نیز میگوید با خانم اشتون در مورد راه های مختلف حل مشکلات و نیز درباره روش پیگیری کار و اینکه کارشناسان چطور و درباره چه موضوعاتی رایزنی کنند مذاکره کرده است به عقیده وزیر خارجه ایران رسیدن به توافق نهایی با شش کشور طرف مذاکره به دو دلیل ممکن است قرب روش های دیگر را اعمال کرده است چرا که هیچ کدام آنها را به هدف نرساند و از طرف دیگر تهران هیچ چیز بیش از حقوق خود را نمیخواهد. به گفته محمد جواد ظریف آنچه ایران میخواهد صرفا اجرای حقوق بر اساس ضوابط بین المللی است. او در عین حال تاکید کرده است که در مذاکرات هیچ چیز به طور مشترک میان ایران و پنج به علاوه یک از پیش نوشته نشده است. برخلاف آقای ظریف که میگوید روش های دیگر غرب را به هدف خود درسانده است برخی مقام های غربی نظر دیگری را بیان کردند از جمله گروهی از قانونگذاران آمریکایی که معتقدند از جمله گروهی از قانونگذاران آمریکایی که معتقدند تحریم ها ایران را پای میز مذاکره آورد و به همین دلیل نیست تلاش داشتند تا آنها ادامه پیدا کند البته دولت آمریکا مخالفت شدید خود را با اعمال تحریم ها حین مذاکرات فعلی بیان کرده است. آقای ظریف پیشتر گفته بود اگر ایران و طرف های مذاکره در دو ماه باقی مانده تا پایان توافق موقت به توافق نهایی نرسند، شش ماه دیگر هم فرصت دارند. احتمال ادامه مذاکرات پس از پایان مهلت توافق موقت که در آذر ماه سال گذشته امضا شد از سوی دیگر مقامها نیز مطرح شده است از جمله به تازگی وزیر امور راهبردی و اطلاعات اسرائیل احتمال داده است که مذاکرات به بعد از مهلت شش ماهی که برای دستیابی به توافق نهایی قطعی در نظر گرفته شده بود کشانده شود دور بعدی مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک قرار است در 16 جوان 26 خرداد برگزار شود. طرفین پیش از این روز سوم آذر ماه 92 در ژنو به یک توافق موقت هسته‌ای دست یافتند. بر اساس این توافق بخشی از تحریم های ایران در قبال همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای محدود کردن برنامه اتمیش لغو خواهد شد. آژانس انرژی اتمی به تازگی خبر از همکاری ایران داده است. امیر کویت که یک شنبه 11 خرداد به تهران سفر کرده بود، با رئیس جمهوری ایران ملاقات کرد. طی این دیدار شش سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. تحلیلگران دیدار امیر کویت از ایران را نشانه دیگر بر آب شدن یخ روابط میان یعنی ایران و کشورهای عرب منطقه از زمان روی کار آمدن حسن روحانی ارزیابی می کنند. برخی از رسانه ها از احتمال میانجیگری کویت میان ایران و عربستان پس از موفقیت امان در کاسته شدن از تنش ها میان ایران و آمریکا خبر دادند. روابط ایران و کویت در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پرتنش و سرد بود. شیخ صباح الاحمد صباح امیر کویت که برای دیدار با های جمهوری اسلامی از یک شنبه یازده خرداد وارد تهران شد با حسن روحانی دیدار کرد این سفر به دعوت رئی جمهوری اسلامی صورت می گرد و نخستین سفر شیخ صباح الاحمد و صباح در مقام امیری به ایران است روحانی سفر امیر کویت را نقطه عطفی در روابط دو کشور خواند و بر لزوم گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میان دو کشور تاکید کرد و افزود مانعی را در این مسیر نمیبیند و معتقد است که مسئولان دو کشور باید در این راستا برنامه ریزی داشته باشند. آقای روحانی در سخنانی در طی این دیدار به برنامه دولت برای ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت در مناطق جنوبی ایران از جمله آبادان و خرمشهر که نزدیک کویت هستند زمینهای فراوانی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان کویتی ام از دولتی و بخش خصوصی فراهم شده است او همچنین گسترش گردشگری میان ایران و کویت را از جمله موارد مهم در رابط دو کشور دانست حسن روحانی سپس به موضوع امنیت و ثبات منطقه پرداخت و گفت که آن را شرط توسعه روابط و همکاری کشورها میداند و اشاره کرد به اینکه منطقه خاورمیانه پس از مدتها روبرویی با مشکلات فراوان به ثبات نسبی رسیده است وی خشونت افرادگری و تروریسم را از عوامل مهم بیثباتی و وجود مشکلات امنیتی در منطقه دانست و گفت برای برقراری آرامش در کشورهایی چون عراق و سوریه همه کشورهای منطقه باید کمک کنند روحانی گفت که ایران به هر کشوری که مصمم به مبارزه با تروریسا باشد کمک خواهد کرد. روحانی همچنین بر آمادگی ایران برای توسعه روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جهت حل مشکلات منطقه تاکید کرد. وی در خصوص همکاری ایران و عراق و مشارکت این دو کشور در تصمیم گیری ها به عنوان شرط رفع مشکلات امنیتی منطقه خلیج فارس نام برد. در همین راستا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کویت هم درباره روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس به خبرنگاران گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران باید اعتبار و نفوذ یکدیگر را به رسمیت بشناسند اگر تأثیر ایران سازنده باشد ما مخالفتی با آن نداریم خبرگزاری فرانسه میگوید سفر دو امیر کویت نشان از گرم شدن روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با روی کار آمدن آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری است همین خبرگزاری از قول شیخ صباح الاحمد گفته است سفر به ایران تا زمانی که توافق میان مسئولان دو کشور تحقق پیدا نکند به پایان نخواهد رسید و ما با این نیت به ایران سفر کرده ایم که مسئولان دو کشور در زمینه گسترش مناسبات و همکاری ها با یکدیگر به توافق برسند. گفتنی است طی سفر اخیر امیر کویت به ایران وزیران خارجه دارایی بازرگانی و صنعت و نفت نیز معاون نخست وزیر کویت همراه شیخ صباحل احمد صباح الاحمد و به ایران آمدند شیخ صباح الاحمد در طی این سفر نیز از امضای شش موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کویت خبر داد بر اساس موافقتنامه حمل و نقل هوایی همکاری های گمرکی همکاری های ورزشی همکاری های گردشی و موافقتنامه امنیتی از جمله این توافق ها بودند امیر کویت دومین رئیس دولت یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به ایران سفر می کند. پیش از او پادشاه عمان سلطان قابوس ابن سعید به عنوان نخستی مهمان خارجی دولت روحانی در شهریور ماه 1392 به ایران سفر کرده بود. روابط میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس از زمان انقلاب ایران به جز در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم باره متشنج بوده. جنگ داخلی طولانی سوریه نیز بر تیرگی روابط میان جمهوری اسلامی و عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ابزود است. هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگوی تلفنی کرد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جامعه جهانی خواست دولت واحد فلسطین را به رسمیت نشناسند اعضای دولت واحد روز دوشنبه دوازدهم خورداد معرفی شدند خبرگزاری رویترز از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد طبق این خبر دو طرف درباره مذاکرات صلح گفتگو کردند در همین راستا نخست وزیر اسرائیل هم گفته وزیر خارجه آمریکا قول داده که به زودی دولت آشتی فلسطین را به رسمیت نشناسد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین در اظهارات دیگری هم در ابتدای نشست کابینه این کشور از جامعه جهانی خواست دولت واحد فلسطین را به رسمیت نشناسد نتانیاهو در پیام خود به جامعه جهانی در این باره گفت تعجیل در به رسمیت شناختن دولتی که در آن سازمان حماس شرکت دارد و با حمایت این سازمان روبروست اشتباه است اسرائیل پس از نزدیکی دو سازمان فلسطینی حماس و فتح گفتگوهای صلح را با فلسطینیان قطع و اعلام کرد که دولت واحد فلسطین را به رسمیت نمیشناسد و آن را تحریم می کند. مقامات این کشور اعلام کردند که سازمان افرادگرای حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی معرفی شده و با چنین سازمانی نمیتوان گفتگوهای صلح را ادامه داد در رویداد دیگر هم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از چند بار تأخیر اعضای دولت واحد فلسطین را امروز دوشنبه معرفی کرد کابینه جدید فلسطین شامل وزرای تکنوکرات متخصص و مستقل می باشد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز پنج شنبه هشت خورداد رامی الحمدالله نخست وزیر فعلی دولت مستقر در کرانه غربی را به عنوان رئیس دولت واحد ملی معرفی کرد. اعضای دولت توافق ملی فلسطین به نخست وزیری الحمدلله امروز در رام الله در برابر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سوگند یاد کردند. عباس در سخنرانی خود پس از اعلام تشکیل دولت توافق ملی فلسطین گفت که فلسطینی ها به دنبال تشدید تنش نیستند اما در برابر سیاست مجازات دست جمعی ایستادگی می کنند. به افزود که تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت فلسطین برای پایان دادن به رنج های فلسطینی ها در نوار قزه اقدام جدی انجام خواهند داد رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل دولت توافق ملی و توافق میان فلسطینی ها را به شهدا و اسرای فلسطینی تقدیم کرد تاخیر در اعلام دولت واحد فلسطین به خاطر پست وزارت امور خارجه این دولت بود هر دو سازمان حماس و فتح از انتخاب ریاض المالکی نامزد پیشنهادی محمود عباس برای پست وزارت خارجه سرباز زدند. ریاض المالکی سیاستمداری کهنکار است و از سال 2007 در پست وزارت خارجه دولت کرانه غربی رود اردن فعالیت می کند. در 23 آوریل مطابق با سوم اردیبهشت ماه سال جاری دو سازمان حماس و فتح توافقنامه آشتی امضا کردند و متحد شدند طی 5 هفته دولت واحد ملی تشکیل دهند به موجب این توافقنامه وظیفه دولت موقت وحدت ملی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فلسطینیان طی 6 ماه خواهد بود هویت مزنون تیراندازی به موزه یهودیان در پایتخت بلژیک که به کشته شدن چهار تن انجامید مشخص شد. مهدی نموش 29 ساله که شهروند فرانسه است، روز جمعه گذشته در شهر مارسی در جنوب فرانسه دستگیر شد. گزارش محمد رضا شاهید را ببینید از پاریس. دستگیری مهدی نموش تروریستی که چهار نفر رو در موزه یهودیان بلژیک به قتل رساند در شهر مارسی روز جمعه اتفاق افتاد و از اون لحظه تا امروز وسعت خبری زیادی داشته است روز گذشته وزیر کشور بلژیک در یک کنفرانس مشترک با وزیر کشور فرانسه گفت که تهدیدهای بسیار جدی وجود داره و باید مبارزه با این تروریست ها در سطح اتحادیه اروپا انجام بگیره اصولا باید دید که مهدی نموش که بوده یک جوان 29 ساله که از سه سالگی تا سن 17 سالگی توسط اقوام نزدیکش نگهداری شده پنج بار به زندان افتاده به خاطر عملیات دزدی مسلحانه و از دو سال پیش عینا مسیر زندگی او رو برای شما بازگو میکنم چهار دسامبر به محض آزادی از زندان که باز برای سرقت مسلحانه بوده از اونجا به بلژیک و انگلستان میره و با مسجد کینستون لندن مراوده پیدا میکنه بعد از اونجا به لبنان و حزب الله و بعد به ترکیه و از آنجا به سوریه در کنار جهادیون البته مسیر بازگشت او هم مشکوک است به دلیل اینکه در برگشت از سوریه به مالزی و تایلند میره و از اونجا پلیس برلن رد پای او پیدا میکنه و وقتی به پاریس میاد مجددا در عملیات تروریستی که میدونید چهار نفر رو در موزه یهودیان بلژیک به قتل میرسونه امروز آقای برنار کازنو وزیر کشور فرانسه در یک مصاحبه رادیویی به خبرنگاران اینگونه توضیح داد که چون مهدی نموش مسلح بوده همون اسلحه هایی رو که در بروکسل داشته یا این احتمال داشته که میخواسته به الجزایر موتن اصلیش باز بگرده و یا احتمالا در اونجا با مراوده هایی به عملیات مشابهی دست بزنه پلیس فرانسه مایل است که بدوند رهبر فکری و شبکه او کیست این سفرها و هزینه ها از کجا دنبال می شود و دستور داده می شود؟ آیا مساجد پنهانی وجود داره یا یعنی نه آقای برونو لورو رئیس فراکسیون حزب سوسلی در مجلس میگوید که همه کارها دنبال می شود و آقای فلیپ بلومندن که رئیس موزه یهودیان در بروکسل میگوید افسوس که اگرچه این قاتل دستگیر شده اما هم فکران او فکر می کنند که او یک قهرمانه. در واقع پرسشی که امروز در تمام رسانه ها می شود دید و مطرح است این است که به غیر از خود تروریست ها چه افکاری میتونند از اونها دفاع کنند فرد یا افراد یا دولت و دولت ها پاریس تلویزیون ایران فردا پایان بخش برنامه این هفته ما مطابق راول گزارش مایستان بختیاری است از ترکیه که تحولات این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد سه مسئله رو در مورد رویدادهای هفته گذشته ترکیه بهش اشاره بکنیم نخست ترکیه آماده میشه تا هفته آینده میزبان آقای حسن روحانی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی باشه سفری که از ماهها قبل برنامه‌ریزی شده بود اما خب در نهایت آن دور که طبق برنامه اعلام شده دوشنبه آینده این سفر انجام خواهد شد فقط کوتاه اشاره بکنم به موضوع این سفر همونطور که از قبل هم مشخص شده بود موضوع این سفر مسئله همکاری های دو جانبه اقتصادی به ویژه در بخش انرژی و گاز و همینطور امضای چند سند همکاری هستش که در رأس اونها باید به موافقتنامه ترجیحات تجاری اشاره کرد که مقدمات اون از قبل هم فراهم شده بود همونطور که در گزارش های قبلی اشاره کردیم در واقع تلاش دو کشور افزایش حجم مبادلات تجاری خودشون تا سقف سی میلیارد دلار طی سالهای آینده استش در این رابطه هم البته روز چهارشنبه آقای محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری در رأس هیئتی به ترکیه سفر کردند تا هماهنگی لازم رو با همکاری آقای ایلماز وزیر توسعه ترکیه در رابطه با این سفر انجام بدم دیداری رو هم آقای بایزی با, با خدای آقای عرقان روز چهارشنبه در این رابطه داشتن علاوه بر این دیدار هم آقای امیر عبداللهیان معاون عربی افریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با آقای فریدون اغلو قایم مقام وزارت امور خارجه ترکیه داشتن که ضمن ارزیابی تحولات اخیر منطقه از جمله انتخابات ریاست جمهوری در سوریه و همینطور انتخابات ریاست جمهوری در مصر عنوان کردن که پس از سفر آقای روحانی به ترکیه ما شاهد راهکارهای نوینی در خصوص همکاری های میان دو کشور خواهیم بود بر روی این سفر از جهات مختلفی برای هر دو کشور های از اهمیت هستش ما هم دلاش میکنیم در گزارش های بعدی به صورت مفصل تر به این موضوع بپردازیم اما در مورد رویدادهای داخلی ترکیه در هفته گذشته باید بگیم که در جریان برگزاری انتخابات محلی 3 مارچ بنابر اعتراضات صورت گرفته از سوی برخی احزاب انتخابات محلی در 14 حوزه انتخابی از جمله دو استان و هفت شهرستان مجددان در این هفته برگزار شد. با توجه به اعتراضاتی که صورت گرفت در پایان روز رأیگیری که در این هفته همونطور که اشاره کردیم برگزار شد، حتی چندین بار آرا باز شماری شدند. اما در نهایت در پنج مرکز حزب عدالت و توسعه در سه مرکز حزب ملی گراها و در دو حوزه هم حزب جمهوری خلق نامزدهاشون موفق به کسب بیشترین آرا شدند. البته اشاره بکنیم برگزاری مجدد انتخابات در این حوزه و نتایج به دست آمده تأثیری در نتیجه نهایی که پیشتر اعلام شده بود حکایت از پیروزی حزب عدالت و توسعه در سطح کشور بوده نداره و کماکان حزب عدالت و توسعه برنده نهایی این انتخابات در کل کشور هستش اما در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر و پیروزی مطلق آقای عبدالفتاح سیسی ترکیه از این انتخابات تحت عنوان نمایشی کمیک یاد کرده همین موضوع هم البته واکنش دولت مصر رو در پیداش و در این رابطه بدر عبد سخنگوی وزارت امور خارجه مصر ضمن احزار کاردار ترکیه اون کرده که اسارات مقامات ترکیه در مورد انتخابات این کشور نادیده گرفتن فرایند شفاف انتخابات مصر هستش میدونیم دولت ترکیه از زمان برکناری محمد مرسی هرگز دولت جدید در مصر رو به رسمیت نشناخت و همواره از محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور واقعی مصر حمایت کرده اما در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سوریه هم تا لحظه تنظیم این خبر واکنش رسمی از سوی مقامات ترکیه نسبت به نتیجه انتخابات سوریه منتشر نشده اما خب روشن هستش که دولت ترکیه همواره از مخالفان و منتقدان رژیم بشار اسد پس از نارامی ها در این کشور بوده و طبیعتا همسو با بسیاری از کشورها انتظار میره که این انتخابات رو به رسمیت نشناسه بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می در وبسایت ما با آدرس ایران فردا و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/ ایران فردا تیوی نتورک دنبال کنید و درباره برنامه نظر دهید همچنین می توانید با ایمیل ما که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده با ما در ارتباط باشید و ما را در بهتر شدن برنامه یاری دهید منتظر شما هستیم تا برنامه دیگر شاد سربلند باشید